خوب و سرحال باشین. شما امروز بسیار یک نکته خوب اشاره کردین که یک قبلا هم یک برنامه در این قسمت گرفته بودین. بله. البته امی کنسرت یا هنرمندا باعث درد سر و مصیبت های زیاد تا در اروپا هم شدن که فامیل ها روزو ندارن که اولادایشان تا نیمای شب به این کنسرت ها برن، اما جیبای مردم خالی میکنن، با یک قیمت های بسیار گزاف و زیاد تکت های خودم میگذارن و نام شامس خدمت به مردم. اولا من می فرق بین دولت فیلی افغانستان و دولت کمونیستی خلق و پرچم لحین ما هیچ نمی فهمم چی است. و یک بیرقه که در بالا یک مملکت افراشته میشه اون مملکت اسلامی گفته نمیشه، اعمال خود باید از رؤسای دولت و سیاست مدارا اسلامی باشه. امروز این وظیفه تنها دولت نیست و هیچ پروا نمی کنه در غم همو اختلاس و همو چور و چپاول خود است. مردم باید از عکس العمل منفی نشان بدن، این بسیار خطرناک است. هنرمندا از اینجا میرن که ما بر مردم خدمت میکنیم. من اول سوال میکنم که این خدمت بر مردم از طریق هنرمند چی است؟ جیبایشان خالی کو، مود و فیشن رایج بساز، فسق و فساد در جامعه فشار ترویج بده، دخترها را از چوکات کتی بچه ها خارج بساز، هر چیز یادشان بده. من خو خدمت و هنرمند نه در اروپا فهمیدم نه در افغانستان فهمیدم. فقط که من ببینم زمینه من سایه شد میدم من طرف افغانستان که جیبای خود پر کنن و بیاین در اینجا لیدای بسیار قیمتی را کنن. و زمانی که میخواه یک مسلمان به حج بره یا عمره یا حج فرضی با دزو صدای از یا شمول شفیع عیار خبیث و دکتر فرید یونس همشان بلند میشه که شما چرا حج میرین پیسه تان کمک نمی کنین. آیا شما یک تکت هایی که در این کنسرت ها در افغانستان و اینجا به دلار و هیرو میگیرین آیا نمیتونین از این شما بر غریبا کمک کنین؟ تنها وظیفه کسایی است که حج میرن و می جوانایی که در داخل افغانستان هستن، شما یک زن یک دختر محجبه را به نام فرخنده در زیر پایتان لگدمال کردین به نام ازی که قرآن دست زده بود. او که قرآن دست نزده بود، دفاع کرده بود از قرآن و بدعت میخواست از بین ببره. شما کجا هستین که اینی هنرمندایی که نه تنها قرآنتان تخریب میکنن، دینتان تخریب میکنن، افکار اسلامیتان تخریب میکنن، میخواید ریشه های دین سود بسازه که انشاءالله و تعالی این کار کرده نمیتونن، بسیدین برین یک چار سیلی و یک چار مش دفق کدین اون هنرمندا بزنین، قتل خونه کنین به خاطر ازی که عیف و دستای شما به قتل ازی شما مردار میکنین به خون ازی دستایتان. منتها من اینم قدر میگم که یکی خوبی حد اندازه مجرد خون میشم برادر رحیمی و استاد محترم که میبینم که در سر اخبار نشته است که اینقدر جوان قتل میشه ده. اگر طالب است یا مجاهد است یا آدمای غیر نظامی است یا نظامی، کلش انسان است، بشر است، رب العالمین است و در اونجا کنسرت در بالا ماندن در دیر اخبار نشته میکنن. بسیار مردم ما از واقعیت ها دور شدن، به اندازه سرد شدن. باید از این یک اقدام جدی شد و قربان علمایی که برادرایی که اینا را منع میکنن، اما تو که از ایراد شفیق و مورید کشیدن از هر ولایت باید از مردمی هنرمندار اخراج کنن. باور کنین که اصلا فسق و فساد جامعه از اینمی وقت شروع میشه، یا کلشان یک پلان دارن یا کلشان دستوریستن از طرف اینمی خارج، یا میرن در اونمونجا اینمی مسئله را پیش میبرن دیگه. امیدوار هستم که مردم عکس العمل خراب نشان بتن در مقابلشان. در می اروپا اصلا آدمای کدام درست و سعید ای کنسرتا نمیره، کسایی میرن که داخل یا یخنشان کنده میشه یا یک کارد میخورن یا یک ضربه میخورن. انسان سعید خو من ندیدیم که در کنسر در اینجا بره دیگه. بازم از شما بسیار زیاد تشکر، یک نکته بسیار خوب اشاره کردین و بسیار زیاد خوش شدم که همه تو برادرهای مجاهد داریم که تا به حال در پالی ما خوهرهای استاده هستن و همه تو جهاد میکنن در مقابل بدحد و فسق و فساد. تشکر از شما برادر رحیمی و استاد گرامی، خدا حافظ شما. تشکر خواهر اسکرزاده، تشکر از صحبت های مملو از واقعیت های که داشت. امیدوار است پیام شما برای ملت شریف افغانستان، برای جوانان افغان برسد.